دوستان میگن اگه ردش بکنیم چی میشه؟ هیچ اتفاق خاصی نمیفته. یه دکتر دوام تصریف میکنیم برم بودجه رو شفاف بنویسن بیارن. دوستان فقط روزانه سال بعد 100 میلیون لیتر بنزین قرار مصرف بشه. قیمت بنزین رو دیدیم 1000 تومان. بهای تمام شده بنزین واسه خود دولت 6000 تومانه. یعنی به ازای هر لیتر بنزینی که مردم تو خیابون دور میزنن 5000 تومان دولت از جیب مردم داره میده به اونایی که ماشین دارن. روزانه میشه 500 میلیارد تومان. فقط سوبسید بنزین میشه سالی 180 هزار میلیارد تومان. حقوق دستمزد کارکنان 95 هزار میلیارد تومانه. یعنی من این قیمت واقعی سازی بکنم میتونم حقوق کارمندان رو 3 برابر بکنم. کل بودجه عمران کشور 60 هزار میلیارد تومانه. اگه من این قیمت واقعی سازی کنم فقط بنزین رو میتونم بودجه عمران کشور رو 4 برابر بکنم. آیا این خدمت به نظر شما؟ ما واسه اینکه مردم صداشون در نیاد پول ملت و پول مردم رو بدین بنزین تو خیابونا بسوزین سرطان بکنیم واسه خودمون؟ این کجای مملکت داریه؟ خود سازمان برنامه بودجه میگه که من 900 هزار میلیارد تومان یارانه پنهان دارم، یعنی گاز، برق، فلان، بهمان. تقسیم کنیم به جمعیت سالی میشه 11 میلیون تومان واسه هر ایرانی، ماهی 1 میلیون تومان. یه خانواده 4 نفره میشه 35 میلیون تومان. شما 45 میلیون بده به مردم، او خیلی بهتر از ما بلده مملکت زیر اداره بکنه. شما فکر میکنید خدمت کردید؟ آقای پور محمدی، شما اومدید 14 میلیارد تومان، 14 میلیارد دلار. با دلار 4200 میخواییم بدین کالای اساسی. خب به من بگید این کالای اساسی تا حالا دادید چیکار کردید؟ تورم کالایی که با دلار آزاد اومده 40%. تورم کالای اساسی 48%. یعنی این دلاری که من دادم به دلال جیب مردم نرفته، جیب دلال رفته. مگه ما کارگزار دلالیم یا کارگزار مردم؟ این چه مدل حاکمیتیه؟ 100 هزار میلیارد تومان ما متفاوت ارزی اینه. شما هر خانواده هر ایرانی بالای 1 میلیون تومان میشه. مگه من چقدر میخوام گوشت بخورم نفری که اینقدر تازه میخوام بدم اون یکی لپه میخواد بیاره یا نخود میخواد بیاره؟ ببین اینا همش رانت، همش فساده، خلاف قانون هم هستش. مگه ما توی قانون برنامه نگفتیم باید سیستم مدیریت کشور، ارز کشور شناور مدیریت شده باشه؟ شما با چه حقی اومدید سیستم نرخ ثابت اعمال کردید؟ خلاف قانون اعمال کردید. یا وقتی وارد بحثای دیگه میشیم، شما اومدید مثلا طبق قانون شما کارفرمای کارمندید، باید قدرت خرید مردم رو حفظ بکنید. تورمت 50%، بعد اومدی 20% حقوق کارمند بردی بالا. چون حقوق کارمند 20% بردن بالا، حقوق کارگرم 20% میره بالا، یعنی 30% سفره مردم رو کوچیک کردید. تورم ایجاد شده، کارفرما جنسشو 50% گرونتر فروخته، سرمایه گذار سودشو برده، هزینهشو باید کارمند بده، باید کارگر بده. دوستان میگن اگه زیادش بکنیم تورم ایجاد که نقدیگی ایجاد میشه. شما 1,700,000,000,000,000 تومان حجم نقدینگیت، کل حقوق دستمزد 100,000,000,000 تومان نمیشه. اگه این رابطه معنیدار داشتن پارسال 5%, 10% حقوق کارمندا رو بردیم بالا، چرا تورم 50% شد؟ پس این نشون میده هیچ رابطه‌ای بین تورم و حقوق کارمندا نیست. ثانیاً من نماینده و شمای دولت لیاقت نداریم، کفایت نداریم تورم رو کنترل بکنیم؟ کارگر باید هزینه‌شو بده؟ کارمند باید هزینه‌شو بده؟ این کجای انصافه؟ بعد ما قانون تشدید کردیم واسه شما همسالسازی حقوقا، میگین نمیتونیم. چطور واسه مثلا من حسن نژاد شما نوبت حقوق 10 میلیون 15 میلیون پول دارید، ولی واسه اون مله میشه تو فلان روستا 1500 پول نده بکنید دو تومن؟ اگه نیست هیچ کدوم نخورید، اگه هست دور هم بخورید، همه مردم بخورن. چرا واسه یه عده پول هست واسه یه عده پول نیستش؟ اینا اصلا با هیچ منطقی سازگار نیست دوستان من. اینها بودجه نیست که ما نوشتیم، اینا خیانتیه که ما داریم انجام میدیم. قیمت ها شده 3 برابر، یه یارانه 45,000 تومانی میدیم سالی 42,000,000,000 تومان هی سرکوب به ملت میزنیم که ما بهت یارانه میدیم. این پولشه میدیم، این کل یارانیش شما میدیم، پول رانت یه دونه وارد کننده نمیدونم سویا و گوشت و سلطان سکه نمیشه. یا وقتی حساب کتاب میکنیم بر اساس عدالت اجتماعی، یکی 3 تا ماشین داره، ماهی 200 لیتر بنزین میسوزونه، 1,000,000 تومان یارانه بنزین میگیره. بچه‌ای که فقیر ماشین نداره هیچی نمیگیره. آیا قانون هدف من کرده یارانه‌ها این بود؟ دوستان این بودجه یه بودجه مثل بودجه سالهای قبل، هیچ اتفاق واسه مملکت نخواهد افتاد. یه پولی بگیریم این برمیخوام خرجش بکنیم. تازه نفت و همه چیه سرمایه